الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه خير خلقه محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عزیزان محترم و علاقمندان برنامه مشاهیر اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بار دیگر 52 برنامه مشاهیر اسلام را به ادامه جلسه قبلی، یعنی سیرت و کارنامه های درخشان امیر المؤمنین فی التفسیر یا ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما آغاز میکنیم. در جلسه قبلی بیان شد که عبدالله بن عباس یک شخصیت چندبعدی بود. در علم تفسیر و در علم حدیث جایگاهی والایی داشت که در میان اصحاب و در میان تابعین به عنوان ترجمان القرآن، یعنی یک کسی که زبان قرآن را با تمام معنا می فهمه، مشهور بود. در ضمن اینکه یک عالم بود، یکی از جمله انسانهای متقی و زاهد هم نیز بود. زهد و تقوای عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سرآمد روزگار خود بود و در ضمن اینکه یک عالم بود، صاحب مکتب تفسیری بود، مدرسه ای داشت و تدریس می کرد، همچنان یک زاهد و یک متقی بود و همچنان یک مجاهد و مبارز هم نیز بود. در صحنه های سیاسی و در صحنه های اجتماعی حضور پررنگ و فعالی داشت. بعد از وفات امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در کنار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب قرار گرفت و در تمامی لحظات از او دفاع میکرد و حمایت میکرد، چنانچه که به حمایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در تمامی جنگ ها حضور داشت، مثل جنگ جمل و جنگ صفین، همچنین جنگ نهروان، و چنان از علی رضی الله عنه حمایت میکرد و دفاع میکرد که در بسیار از معرکه ها، هم معرکه نظامی و هم بحث و تبادل نظر حضور میافت، چنانچه که مناظره مشهور عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در با خوارج بسیار مشهور از زبانزد خاص و عام هست و ما ایره در بحث سیرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ذکر کردیم و حالا نیاز نیست که دوباره تکرار بکنیم. مناظره خیلی جالب و مناظره خیلی جذابی داره با خوارج. و بعد از اینکه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب به شهادت رسید، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در کنار حسن رضی الله عنه بود و برای از او بسیار مشوره های نیکویی میداد. و بعد از اینکه میان امیر المؤمنین حسن رضی الله عنه و امیر المؤمنین معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما صلح صورت گرفت و یک توافق صورت گرفت، عبدالله ابن عباس در کنار امیر المؤمنین معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه قرار داشت و به عنوان یک دانشمند و به عنوان یک مفسر همیشه معاویه از عبدالله ابن عباس مشوره می گرفت و در تمامی امورات تا نظر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما را نمی گرفت، پیش نمی رفت و حرکت نمی کرد. و هرگاه در مجالهای علمی، در میدانهای علمی کسی کم می آورد، رجوع می کردن به عبدالله بن عباس، چنانچه که زیاد مشهور است و این واقعه را بسیاری از تاریخ نویس ها، از جمله ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه ذکر کرده که یک روزی پادشاه روم معاویه رضی الله عنه را به مباحثه طلبید. یک نامه بسیار بزرگی نوشت و در این نامه سوالات مهم و سوالات مغلقی را گنجانید و فرستاد به معاویه رضی الله عنه و گفت برای من پاسخ ازی را بفرست. وقتی نامه را امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه باز کرد، دید که آنچه که در این نامه نوشته شده نمیتوانه که همه اونها را پاسخ بده. بنابراین
عبدالله ابن عباس نامه را روان کرد به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و گفت کسی که شایسته است که این نامه را جواب بده و این مباحثه را ختم بکنه و امیر روم را مغلوب بسازه او کسی نیست جز بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون نامه از این قرار بود که پادشاه روم یا امیر روم هفت سوال را ذکر کرده بود. اول، خوشایندترین سخن نزد الله عز و جل چی هست؟ دوم، محترمترین بندگان نزد الله جل شانه چی کسی هست؟ سوم، گرامیترین کنیز نزد الله جل شانه چی کسی هست؟ چهارم، چهار چیزی که روح ندارن و چهار چیزی که روح دارن اما در رحم مادر نبودن، یعنی یک خلقت فوق العاده ای داشته به صورت استثنایی خلق شده، اونها اون چهار چیز چی هست؟ پنجم، کدام گور بود یا کدام قبر بود که صاحب خود را حرکت می داد و با خود هر جایی می برد؟ قبری متحرک. ششم، چی مکانی است که فقط یک بار در اونجا نور خورشید تابیده؟ هفتم، رنگین کمان و کهکشان چی هست؟ جزئیات شو برای من توضیح بده. وقتی این نامه را امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه باز کرد، دانست که نمیتوانه همه این موارد را به درستی پاسخ بده مگر اینکه از کسی مشوره بخواهد. بنابراین نامه را روان کرد به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. و در طرف دیگر وقتی امیر روم این نامه را نوشته بود، به اصحاب خود و اطرافیان خود گفته بود که مسلمان ها در اول این کاروان قرار دارند. پیامبرشان وفات کرده و این سوالات را هرگز پاسخ داده نمی توانند. دوباره وحی نازل نمیشه. بنان میخواست که مسلمان ها را مغلوب بکنه و گویا اونها این موارد را میدانند و دینشان نسبت به اسلام قدامتی بیشتری دارند. از تاریخی که هنتری برخوردار است، بنان خود را عالم می دانستن و مسلمان ها را یک حرکت نوپا، حرکتی که تازه زنده شده و جان گرفته، بنان می خواهد که از طریق مباحثه هم با مسلمان ها جنگ و گیروباری داشته باشند. وقت نامه به دست عبدالله بن عباس رضی الله عنهما رسید، نامه را باز کرد و بسیار براحتی جوابی از او را نوشت. در پاسخ به این که خوشایندترین سخن نزد الله عز و جل چی است، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نوشت که خوشایندترین کلام و سخن نزد الله جل شانه این جمله هست: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. این خوشایندترین سخن نزد الله جل شانه است که ما در منابع دینی خود ای را داریم، روایت های داریم پیرامون این موضوع و همچنین اهل کتاب هم دارم، یعنی در تورات و انجیل هم ذکر شده که خوشایندترین سخن نزد الله جل شانه این جملات هست: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. در پاسخ به این که محترمترین بندگان نزد الله جل شانه چی کسی است، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نوشت که محترمترین بندگان نزد الله جل شانه آدم علیه السلام است، چرا که الله جل شانه بنی آدم را یا اولاده یزی را بیان میکنه و لقد کرمنا بنی آدم، ما به ذریه یزی کرامت نصیب کردیم. خود یزی خو جایگاه بلند و والایی داره. در جواب سوال سوم که نوشته بود گرامی ترین کنیزان نزد الله عز و جل چی کسی است، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نوشت که گرامی ترین کنیزان مریم علیه السلام هست. و در جواب چهارم که چهار چیزی که روح دارن اما در رحم نبودن به صورت استثنایی و خارق العاده خلق شدن، اون چهار چیز چی است، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما پاسخ داد که اولی آدم علیه السلام و حوا. آدم علیه السلام که به صورت استثنایی خلق شد. دوم
خانمش هوا، سوم عصای موسی، چهارم قوچی که به ابراهیم علیه السلام فرستاده شد تا اینکه در بدل اسماعیل فدیه باشه و ذبح شود. این چهار چیز به صورت استثنایی خلق شدند. آدم علیه السلام، هوا، عصای موسی و همچنین قوچی که به ابراهیم علیه السلام فرستاده شده بود. در جواب پنجم که ملک روم پرسیده بود که کدام گور است یا کدام قبر است که صاحب خود را یا امو مدفون شده خود را، دفن شده خود را با خود هر جایی که میخواست حرکت میداد، عبدالله بن عباس فرمود که او ماهی است که یونس علیه السلام را بلعیده بود و در شکم خود هر طرفی که در بحر چکر میزد یونس علیه السلام را با خود انتقال میداد. ششم، او پرسیده بود که کدام قسمتی از زمین است که فقط یک بار در طول تاریخ و در طول حیات زمین فقط یک بار در اونجا آفتاب تابیده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گفت که امو رودی نیل هست، زمانی که موسی علیه السلام را فرعون تعقیب کرد و میخواست که او را به شهادت برسانه و دستگیر بکنه، وقتی موسی علیه السلام با عصا زد، رودی نیل 12 کوچه شد یا به 12 کوچه متفاوت تقسیم شد. زمانی که بنی اسرائیل از اینجا عبور کردن، اون موقعی که آفتاب تابید، بعد از اینکه فرعون داخل شد، دوباره بحر به هم چسبید و فرعون اینجا غرق شد. یعنی یگانه وقتی که این زمین فرصت پیدا کرد تا آفتاب را جذب بکنه، اما موقعی است که بحر یا دریا به 12 کوچه تقسیم شده بود که اوائل آفتاب برآمد بود. اول صبح زمانی که موسی علیه السلام فرار میکرد و از شر فرعون خود را نجات میداد، در لب بحر قرار گرفت. سوال هفتم، او پرسان کرده بود که رنگین کمان و کهکشان چی است؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در جواب گفت که رنگین کمان یک نوری هست که برای اهل زمین امنیت و آسایش هست، یک زیبایی هست، یک امنیت و آسایش هست. یعنی مسلمان ها یا انسان ها از رنگین کمان حراس ندارن، مثلی که از رعد و برق می ترسن، از رنگین کمان حراس ندارن، خوشایند هست. اما کهکشان بروج هست، برج هست، دروازه هست از دروازه های آسمان. یعنی در آسمان و در این فلکیات بروج ها و برج های زیاد وجود داره که هر کدام از اون جداگانه کهکشان گفته میشه. یک دروازه است به سوی فلکیات. وقتی پادشاه روم نامه را دریافت کرد و جوابای خود خوان، گفت نه، این پاسخ امیرالمؤمنین معاویه بن ابی سفیان نداده، این بعد حتما کسی داده باشه که از جمله اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. یعنی خلاصی یا هدف از بیان این داستان این بود که هرگاه مردم به مشکلات فقهی مواجه می شدن، می آمدن رجوع می کردن به عبدالله ابن عباس. هرگاه در فهم قرآن مشکل می داشتن، می آمدن پیش عبدالله ابن عباس. و هرگاه در مسائل مباحثه‌ای در جر و بحث ها با دیگه ادیان مشکل پیدا می کردن، می آمدن نزد عبدالله ابن عباس. و عبدالله ابن عباس مدرسه بزرگی داشت در تفسیر که بسیاری از بزرگان تابعین مثل مجاهد، مثل قتاده، مثل عکرمه، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، یعنی بسیاری از بزرگان تابعین تفسیر را نزد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما آموختن که هنوز تفسیر مقاتل بن سلیمان و مجاهد و اکرمه و زیادی از تفسیرهای دستنویسشان هنوز در کتابخانه های اسلامی موجود هست. و الحمدلله که امت اسلامی از این منبع سرشار و پربرکت فیض زیادی برده و استفاده درستی کرده. انشاءالله باقی موارد سیرت و کارنامه های
عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما را در جلسه بعدی دنبال میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.